اعضای یه سری جبهه فرهنگی رفته بودن در رهبری، بعد گفتن آقا ما روی چه کسای کار بکنیم. شاید این خبر جای نقل نشده باشه، نمیدونم نقل شده نشه، برای من گفتن دوستانی که من یک جمع نه 20 نفر شنیدم. بعد گفتن روی جامعه مخاطبی که کار کردن، گفته البته چون گفته من قبول ندارم این اسم گذاشتن رو مردمم که میگن جامعه خاکستری و نمیدونم مردم مردمن. خب منتها اما حالا همون که شما میگید اسم پاش قشر خاکستری رو همین ها دست بذارید، روی خاکستری مایل به سیاه هم دست بذارید. بعد اینجا ما یه صحبتی کردیم راجع به تسلو. خب آقا یه عده گروه درست کرده بودن که بیایم هشتک چیزو بولد کنیم که رائفی پور ملعون است، رائفی پور فلان است، که چرا مثلا تسلو یه جایی با یه دختری عکسی داشته. اینا میخوام بگم ببین نگاه کن، اینا فقط بلد میگن مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری، فقط بعد چقدر عمل میکنن به حرفای همین آقا؟ هیچی. یه دی اصلا مقام معظم رهبریشون میگه عمل هم میکنن، خدا پدرتون بیاموزه، سلمنا. تعداد زیادی فقط بلدن حرفشو بزنن، تابلوی درست کنن، یه بنری درست کنن بره پشتش قایم شن. فقط بعد رهبری هرسنگو یه کلید واژه رو بولد کنه، بگه که آقا نفوذ، آقا جاهلیت مدرن، چه هر از شنگای بولد کنه که بگه خطر، جنگ نرم فلان. سال 67 بنده خدا داره میگه جنگ نرم، شبیخون فرهنگی، نمیدونم چه و چه و اینها، چی گوش کرد؟ بنر شد. امروز وظیفه بر گرده تک تک من شماست به عنوان بری شاخصهای انقلابی گیری تو حرفای امام. برو نگاه کن. برو امام چی میگفته؟ امام نظرش هم استکبار چی بوده؟ بابا من تو کلام که نمیخوام در بیارم که. برو صحیفه امام بخون، بنویس آمریکاست، سایتاش هست اومده، صحیفه امام میزنی همه چی آمریکا گفته رو در میاره. برو ببین امام چی میگه. یه جوری الان میبینی همین افرادی که مرتبط با امام بودن فازای روشن فکری الان گرفتن و مقابله با اون نمیدونم مثلا نه امام اینجوری بوده، امام اونجوری بوده، یه جوری دارن چی میگن انگار بابابزرگ من بوده انقلاب کرده. یه جوری فاز اپوزیسیون گرفتن انگار بابابزرگ من بوده شاه انداخته بوده بیرون. والا بابابزرگ تو بود. بیاید اینا رو بفهم. من حرفم بر سر اینه، اگر امام از همون اول این بود، بیاید اثبات بکنید من مخلصتم هستم. اما امامو تحریف نکنید. وقتی این امام اینجوری دارن تعریف میکنن، یه نفر از خارج نشینه که هیچی این نظامم قبول نداره، صبح تا شبم فوش میده به نظام، صبح تا شبم برای تحت و بالای مملکت کاریکاتور میکشه، نیکانگ کوثر مطلب نوشت که بابا این خمینی که اینا دارن تعریف میکنن جریان لیبرال تو ایران، والا به اون خمینی که اول انقلاب بود یکی نیست. خود امام عزیز من وصیت نامه نوشت، یه اتفاقی افتاد، وصیت نامه‌شو پس گرفت، دو بند بهش اضافه کرد. می‌دونید اون بند آخر چیه؟ نوشته برخی از افراد به خاطر سالوسی، چاپلوسی، جلو چشم ما هی تعریف کردن فلان، خودشان را در نظر من موجه جلوه دادن و من را اخفال کردند. خب و من در مورد اینها برخی از حرف‌ها رو گفتم، یعنی در تاییدشون. اما بدانید ملاک حال فعلیه افراد. ببینید اون موقع چطور میشن. بعد امام میگه که میدونه قراره ازش یه سری مسائل نقل بشه، خاطرات نقل بشه این دوستانا. امام چی میگه؟ امام میگه که ببینید اون چیزی مبناست که میا من به قولی صدا سیما از من ضبط کرده، فیلمش موجوده و اینجور چیزا، این دوستانا ببینید چطور، وگرنه میان درست میکنن. اون چه نگرانی داره برای که میدونه فردا یه چیزی میخواد علم بشه. این طرفم یک جریان بزن اونور گفته میبرم بگم کجا نشه بشه. خب این طرف هم یک عده فکر کردن مثلا فقط با همین مشی پیرپاتالی سنگینه نمیدونم چی میتوان انقلاب رو. اصلا نه به جذب جدید فکر میکنن، یک نگاه بسته. ما اصول رو میفهمیم، ما گرایش به اصول داریم، فلذا اصول گرایی. خب ما همین، نه به جذب جدید، نه ارتباط درست با نسل جدید رو بلدن، نه با مخاطب بلدن ارتباط برقرار بکنن. کجا دیده شما؟ یک عده چسبیدن نظام با خود میبینیم. ما 57 یه عده بودیم انقلاب کردیم، با همونا میرسونیم به زور امام زمان. نیاز به نیروی جدید نداریم، تو راه هم ریزش هایی وجود دارد. خب یک عده هم که نه عزیزم همه بیان، مثلا انقلاب این نبود، تو هم باشه بیا، تو هم باشه اوباما، تو هم مثلا انقلابی، تو هم بلند شو بیا. آدمای بودن از همون اول که میگفتن ما آمریکا به خاطر این دلایل با آمریکا مشکل داریم، هنوزم سر همون حرفشون هست. برید اینا رو بشناسید عزیزان. وقتی شما جریان شناسی انقلابیتون ضعیفه، هر ننه قمری رو به عنوان یک انقلابی میشه برای شما جازد. وقتی نمیشناسید این افراط و تفریط، یعنی این در انقلابی گری بودن افراطی وجود نداره.
اینه که نگر این در مسلمان بودنش افراطی. چرا افراطی؟ چون نماز میخونه؟ مسلمان بودن که افراطی بودن نداره که. برید آقا بررسی کنید جناح چپ مملکتمون رو با جناح راست امروز که بعداً شد اصلاح طلب اصولگرا و امروز از تو دلش میشه داره در میاد انقلابی غیر انقلابی ضد انقلاب داره به سه تا دسته داره تقسیم میشه. دیگه من به شما بگم دسته بندی اصولگرا اصلاح طلب دیگه جواب نمیده، در حال گذاری. برید ببینید جریان های چپ که بعداً شدن چی؟ اصلاح طلب ظاهرا. برید ببینید بیشترین فوش به آمریکا رو اینا میدادن. راستیای اون موقع چه میگفتن؟ میگفتن اینقدر شعارهای افراطی ندید، هزینه برای نظام به وجود میاره، بیاد یه جمهوری اسلامی خوب بسازید بگید اسلام اینه. فهمید چی شد؟ اونا مگر در آمریکا و حمایت از مردم فلسطین. پس دیگه نگید چپ و راست، معنی نداره امروز. مردم اینا رو نمیدونن. تلگرام دریوری همچه بس مثلا من میبینم چیز سیاسی میگم حال آدم به هم میخوره. میگه ببین اصلا این آدما رو نمیدونه تا 4 سال پیش این داشت چی میگفت. اینا رو باید فهمید. فهم کرد. من بعضی از چپا هستن یه تارموشن با 100 تا راستی عوض نمیکنه، بعضی از این راستی ها اصلا با 100 تا چپی عوض. چرا؟ چون انقلابی. آقا مردم اومدن به خاتمی رأی دادن. برای اینکه خسته شدن یه سری چیزا. خب؟ اما قرار نبود که مثلا جریان چپ بیاد تو مجلسش بحث بشه که ما امام حسین هم استیزام کنه. غلط میکنید. آیا حقوق شهروندی به چالش کشیدن دین آن من بکته است؟ این چه حرفیه؟ بله ما حقوق شهروندی میخوایم. ما دوست داریم دستگاه قضایی برخوردهای یکسان داشته باشه، ما دوست داریم پلیس برخورد درست داشته باشه، چه همین چیزا گفته میشه. بله همه اینا امیرالمومنین قبل از همه فرموده. تو اسلام چیه؟ هست. حضرت میفرماد که دستشو گرفتی که اسیر حساب بشه، حق نداری بزنیش. آیا الان اتفاق میفته یا نمیفته؟ ببینی ایناها رو ببین، شاخصهای انقلابیگری فهم ایناست. تو اینها چقدر ما رشد کردیم؟ تو میگن انقلابی الان فکر میکنه یه نفری تو ذهن طرف برات درست کردن شبیه داعشیا قیافش، یه آدمی که همش کلی مو دوتا چش داده بیرون. نه این نیستش، من نمیدونم از کجا آوردید. فلزا یه کسی مثل شهید آیت که ستیقم میکرد آنقدر انقلابی است که خیلی از آیت الله های همون موقع نبودند. یه کسی مثل عبدالحمید دیالمه که همینجا خیابونشه داریم سخنرانی میکنیم، شهید دیالمه آنقدر انقلابی است. ببینید حرفاش و مبازشون رو ببینید، اینا میبودن هم احتمالاً همینجوری میبودن چون بنیه داشتن. آدمایی که خیلی بنا عوض میکنن مبنا ندارن، چون بنا رو جای بی مبنا باشه خراب میشه. یه جوری یه روز موافق آمریکا، یه روز ضد آمریکا، بعد ببینید کدوموری باد میاد همون طرفی چهارشاه.